سلام مجدد و رسیدیم به قسمت دوم برنامه تاک شو. در این قسمت هم یک گفتگویی دارم با یکی از عزیزانی که سالیان سال در زمینه هنری به نوعی فعال بودن، نه در زمینه خوانندگی، نویسندگی یا ترانه سرایی یا تنظیم آهنگ، در زمینه ای که نبض معروفیت و مشهور شدن و محبوبیت خوانندگان بسیار تاثیرگذار هستش، کار ایشون و کار بسیاری دیگر از عزیزانی که در زمینه فعالیتی که ایشون در گذشته داشتن که الان مدتی است در یک رشته دیگری این فعالیت رو ادامه میدن واقعا تاثیرگذار بود. الکارتیو وقتی الان اسمش میاد میگن او همون الکارتیویی که در زمینه موزیک ویدیو کارهای بسیار ارزنده و نوعی رو در زمان خودش شاهد بودیم. ولی خب ایشون زمینه رو حتما در یک شرایطی ارزیابی کرده که تصمیم گرفته فعالیتش رو به نوعی دیگه تغییر بده، که این زمینه کاری بسیار زمینه نوعی هست، نه اینکه بگم که برای اولین بار هستش، ولی خب در زمینه جامعه ایرانی که یک ایرانی در این کار فعالیتش رو شروع کرده میتونه یک کار جدیدی در بین این جامعه باشه. بله درست زدی که آقای الکارتیو مهمان برنامه هستن. سلام میدم به شما. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه تاک شو. ممنون. این هفته ما شما لاست داریم به من الان چقدر 17-18 ساله که مهمون شما هستم. مرسی. در دفعه تلفن شما میاد میرم اوکی. سالی یکی دو بار این تلفن میاد. بله با البته که علیک میگی که سالی یکی دو دفعه تلفن میشه، از این سالی یکی دو دفعه هم با توجه زمینی که حالا احوال هم دیگر رو میپرسیم، شرایط هم برای هر دوی ما باید فراهم باشه که بتونیم با هم یک گپی بزنیم. البته خب باید مقدار کارم بیشتر بشه که بله، چیز جدید بیاره. بله درست. خب در زمینه فعالیت جدید آقای الکارتیو، ایشون در رابطه با فعالیت ماشین های آنتیک، ماشین های کلاسیک نقش آفرین هستن و بسیار هم در کارشون موفق شدن. و حالا من سوالم رو اینگونه از ایشون مطرح میکنم که چه اصلا انگیزه سبب شدش که شما به این راه کشیده بشین؟ آیا مشفقی بود؟ آیا این فضای مجازی باعث شد؟ یا اینکه شما دیدید که در زمینه ی تولید موزیک ویدیو واقعا دیگه بازار با حضور بسیاری از دوستان اشباع شده و دیگه اون فضا برای شما میسر نیستش که این کار رو در زمینه موزیک ویدیو تهی کنید؟ نه، من از بچگی تا اونجا که یارم میاد همیشه عاشق ماشین بودم. معمولا دخترها از یه سری چیزا خوششون میاد، عروسک بازی میکنن، پسرها ماشین بازی. پدرم خیلی ماشین رو دوست داشت، من به ارث بردم. وقتی جوان بود میرفت از میمد از آمریکا ماشین های ترانزم و کامارو و این جگوار و اینجور چیزا ایمپورت میکرد ایران. برای ایران؟ ایران برای خودش. بله. سو من همیشه از اون موقع این عشق علاقه رو به ماشین داشتم و با من همیشه اومد. حتی موقعی هم که میوزیک ویدیو کار میکردم، بعد از اینکه خب خرج زندگی رو میدادیم و فلان بسار، اینا هر چیز اضافه میموند برای ماشین و ماشین بازی و این چیزا بود. سو توی خیلی از میوزیک ویدیوهای منم اگه توجه کرده باشین ماشین زیاده توش. بله. خیلی ماشین یه زمینه جالبی داشت. سو به جای رسید که دیگه بالاخره بعد 17 18 19 سال که کارهای میوزیک ویدیو رو انجام میدادم و به اون مسائل رستوران هم که بود که در کنارش بود اینا، یه روزی یکی از دوستای من به من پیشنهاد کرد، گفت که تو که عاشق ماشین هستی، فیلمسازی هم که عاشقش هستی، بلدی اینا، این دوتا رو یه کامبای کن، یه فیلمی راجع به ماشینا رو بسن. یه دفعه یه برق زد روی سر من. بعد یه شرکتی بود به اسم پترولیشیس که اینا توی یوتیوب ماشینای فیلمای ماشینای کلاسیک درست می‌کردن. با اینا تماس گرفتم، اینا در عرض
دو ساعت که من این رزومه رو فرستادم گفتم من فیلم ساز اینا، صاحب زنگ زد گفت پاشو بیاین اینجا، پاشو بیاین اینجا اینا، گفت ما دنبال کارگردانه یه حرفه‌ای می‌گردیم برای چیز. از اونجا بود که این صحبت 5 سال پیش بود، 4 سال 5 سال پیش اینطورا که باز شد و ما شروع کردیم. اون درست انگار که میوزیک ویدیو با خواننده چجوری میگی خواننده رو میذاری جلوی چیز اینا، به جاش ماشین کلاسیکه، راجب تاریخچه‌اش، راجب زندگی ماشین، راجب صاحبش کجا بوده، ریستور شده نشده، چی بوده، ارزشمنده یا نیست. همینجوری هفته هفته که شروع کردیم، یکی دو تا سه تا 12 13 15 تا شد، ای بیشتر و بیشتر گسترش، مثل میوزیک ویدیو که شروع کرده بودن، اول با سعید شروع کردم، بعد سپید اومد، بعد ابی اومد، بعد کامران اومد و هم دیگه میگفتن اینا، توی ماشینم هم همینجوری شد. در کنار این به اصطلاح کمپانی‌های مختلفی از شما دعوت می‌کنه یا همون کمپانی اشخاص شخصی و کمپانی همون اون کمپانی که با شروع می‌کردیم و بعدم رفته رفته خودم با صاحبای ماشین‌های کلاسیک دور دنیا من آشنا شدم که می‌دونن که کیفیت کار فیلمسازی این ماشینا خیلی بالاست، همون کیفیت توی میوزیک ویدیو بود می‌آوردم من توی یعنی برای من حدودا فرقی نداشت، انگار که مثلا همون خواننده بود، خوشگل می‌کردیم ماشینا، زاویه‌های مختلف، شات‌های اکشن و این چیزا اینا. یواش یواش این رسید به این که یه روزی 3 سال پیش یکی از دوستام که ماشین صاحبه یک ماشین خیلی گرون آنتیک هست اینا، زنگ زد گفتش که این فیلم هایی که تو میسازی خیلی قشنگن، میتونی یه دونه برای ماشین من بسازی؟ من میخوام بفروشمش ولی نمیتونم خودم بفروشم، بلد نیستم چجوری این ماشین رو بفروشم اینا. بعد نگاه کردم توی ایبی اونا ادورتایزینگ شدیدم افتضاح، 4 تا عکس از ماشین به این خوشگلی توی پارکینگش گرفته، سایه بعد فلان و بیسار اینا توی ایبی گذاشته، ماشینی که مثلا 145,000 دلار ارزش داره رو هم رفته، اگه به زور میزد 60,000 دلار بیشتر بهش آفر نمیدن. گفتم اوکی پس یه شانس به من بده بذار من چیز کنم. رفتیم یه 3-4 ساعت درایو کردیم، ماشینو پیکاپ کردیم، گرفتیم اینا آوردیم A to Z شو چک کردیم، همه چی اینا رو میکشور کردیم، ماشین خوب و درست اینا، بعد این فیلم در دقیقه یوروپی رو درست کردیم، عکسای حرفه‌ای که درست مثل میوزیک ویدیو اینا که چجوری میفتیم اینا رو گرفتیم، در از 48 ساعت این ماشین 130,000 دلار فروش رفت، اصلا صاحبش باورش نمیشد. بعد این مثل بمب ترکید، بله مثل بمب ترکید، دیگه همه فهمیدن، این به اون گفت، اون به اون گفت، عکس و اینو دیدی ماشینی که انقدر خلاصه دیگه یواش 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 اینا هی بیشتر و بهتر شد. و بعد رفت این لابلا اینا، من میوزیک ویدیو هنوز یه نیش چی میگن نیشی میزدم، مثلا پویه میومد میگفت منو میکشید، میگفت داد اصلا الان کر که تو ماشین میزه باید برای منم ویدیو درست کنی. بعد نمیدونم الان درست همه رو یادم نمیاد، با شعیات صحبت میکنیم، شعب تیام ویدیو درست کردم، همین برای بچه های خودم که چیز بود لابله، ولی من هی سعی میکردم فرار کنم برای که تمام تمرکزم رو گذاشته بودم روی این کار. یه دوستی هم داشتم اینا به من گفتش که ببین تمرکزتو فقط بذار روی اینا، یعنی الان که اینو چیز کردی شروع کردی اینا، گفت تو انگار داری میوزیک ویدیو درست میکنی به جاست فقط ماشین. آره. سو یواش یواش این ترانزیشن اومد که دیگه تا آخرین ویدیو که من درست کردم یک سال پیش اینطورا بود میوزیک ویدیو، ولی خواسته بود، هنوز من ویدیو بچه‌ها زنگ میزنم ولی میگم به خدا من نمیرسم. آقای براین وید زنگ زد برای یکی دو تا آرتیست، خانم نوشافرین، پویا، شهیاد، شعب، همین برای بچه‌های خودمون دیگه، یعنی یه سری اشخاص بودن که تماس گرفتن، اینا دوستای خوبمون که باهاش کار کردیم. گفتم این نیست که من دیگه دوست ندارم میوزیک ویدیو رو، وقتشه نه وقتشه نه دیگه، اون چی میگن تمرکزمو گذاشتم روی بیزن انقدر که گسترده شده، الان دیگه نمیخوام اون چیزا رو، الان از تمام دور دنیا دارن ماشین میفرستن کالیفرنیا که ما براشون چیزا میگیم. آیا مسئله درآمد میتونه در این تصمیم گیری شما تاثیر بذاره؟ نبود اول ولی شد، بیشتر 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 شد. ببینید مثلا وقتی که یه ماشین ما الان یکی از فیلمایی که آوردم استون مارتین DB5 64، این ماشین ما 750,000 دلار فروختیمش، خب کمیسیون این خیلی بیشتر از یه ویدیو 7-8-9000 دلاریه. می‌دونی چی میگم؟ سو چرا که خب منم بالاخره میخوام زندگی بهتری داشته باشم، برای بچه‌م زندگی بهتری فراهم کنم، برای خانواده‌ام، سو چرا که نه؟ سو من کاش که نمیدونم در این ویدیویی که الان از شما داریم آیا اون مثالی رو در مورد اون اتومبیلی که
تو ای بی گذاشته بوده و با اون شرایط آیا در تو پیج یوتیوب هم هست؟ با خودم نه تو پیج یوتیوب هم هست. یوتیوب چی رو سرچ کنم؟ BMW 850 CSI، ماشین بنفش رنگ، تنها ماشین بنفش رنگ دنیاست توی اون. BMW 850 CSI. E 850 CSI. بله، دیتونا وایلت، رنگ ببینیم، رنگ بنفشه. تنها رنگ بنفش تو دنیا همین BMW بوده. همین یه دونه است که اینجوری ساختن. توش بنفشه، بیرونش هم بنفشه. جدی؟ خیلی جالبه. اگه بنفش رنگ می‌بینید، یعنی اگر شما اینو به قول معروف بهش نپرداخته بودی، این در همون حدی بودش که با همون چند تا عکس بعد بهش اکتفا کرد. خب این هر کسی در یه، مثلا اون کسی که این کارو، این ماشین رو داشت، خب پلیس بود. یعنی اینو خیلی سال پیش خریده بود، ارزون درستش کرده بود، اینا پلیس بود، این کارو نه پلیس میتونه عکس بگیره. ماکسیمم بگیش یه آیفون بگیره. اگر یه بنفش رنگشو میبینن اونجا تو چنل اونه. بعد ولی خب این استون مارتین دی بی 5 که آوردم، این حالا وحی جان فکر میکنه از اون کارهایی که جدید آوردن پخش کنیم تا اونو پیدا کنیم، یا این که الان پیدا شد اون؟ بله، اون یکی از این کارهایی که کاری که من خواستم بکنم اینه که نوآوری بیارم توی این کار که کارو بهتر کرد و گسترده بود، که اون تصاویر قشنگ و خوشگلی که ما قبلا میگرفتیم برای میوزیک ویدیو آوردیم توی ماشینای کلاسیک، این کارا رو که اشخاصی هم. بعد داستان زندگی صاحب ماشین، بعد من شروع کردم هنر و هنر رو با هم میکس کردن، هنر دیزاین ماشین و هنر رقص، هنر موسیقی، اینا رو چیز کردم که مثلا توی همین استون مارتین که میبینین یه خانم رقاص حرفه‌ای آمریکایی آوردیم که موومنت هایی که انجام میده با حرکت های ماشین میکس میشه. این حالت میوزیک میده و اینا خیلی گرفته، اینا چیزهای نوآوری و این کسی... نوآوری ها رو آیا قبل از شما انجام داده بودن یا اینکه خب... نه به این صورت. صورت خب داشتن تاریخچه ماشین رو درست میکردن. بالاخره شوهای تلویزیونی هست که جرمی کلارکسون و اشخاص دیگه هستن روشن، ولی به این صورت نه. حالا میریم یکی از کارهای شما رو تماشا میکنیم که انشالله بریم ببینیم این BMW که بنفش رنگ و با امینه آیه این نه این نیست، این نیست. حالا یکی از این تو چنل خود منه، بعد بری شما چیز کنی توی اگه بری پایین، بری پایین، بری پایین، یه بار یه ذره دیگه، یه ذره دیگه، یه ذره. نه اون سبزه. برو بالا. دیدمش. برو بالا. آها دست دو، دست بعدی، دست راست. آها دات ایت اینه. این که الان میریم نگاه میکنه همونی که شما گفتین که بله. خب این سری دومش اتفاقا، سری اول یه فیلم دیگه بود ولی الان اینو دیدم همون ماشین. باش اینو اوکی. من دو بار فروختم. اوکی میریم نگاه میکنیم. Enthusiast Auto Group and Eric Keller. I sometimes see him advertise some cars that keep coming back to him. He has had that car several times over the course of, let's say, 10 years. Every 2-3 years, he either buys it back or the original owners or the second owners come back to him and ask him to buy or sell it for them. And I'm always awed by that. I'm like, wow, that's so cool. You know, he gets to. He believes in these cars so much that he gets to always have them back to him. And little did I know that only 2.5-3 years later, after having done something like that myself, representing classic cars. اون وقت شما هم خودت هم پشت فرمون می نشینی، خودت هم اکسپلین می کنی، خودت هم فیلم برداری می کنی. میکسه، بعضی موقع خود صاحبا هستن، بعضی موقع
خودت انجام میدم. دیپندز که این ماشین دو راوند فروش رفته توی این 4 سال 3 سال. یه بار راوند اولش 130 به اون $1,000 به اون آقایی که خریدش، و یه سال بعد یه سال و نیم بعد این آقا باید موو میکرد با زن و بچه‌ش استرالیا. گفت من نمیتونم این ماشین رو بذارم اینجا بمونه خراب بشه اینو. بعد روند دوم $150,000 ماشین $280,000 جمعاً فروش رفته. خب چند نفر گفتی در این زمینه؟ حالا توی جامعه ایرانی فقط شما منصفه چیزی من میدونم، بل فکر کنم شاید یه نفر دیگه هم. ولی خب جالب اینه که از طریق این کار، به خاطر اینکه ما توی گلوبال مارکت کار میکنیم اینا، ایران با ایرانیای عزیزی آشنا شدم که اصلا من فکر میکردم اصلا وجود دارن. اشخاصی هستن که توی شمال کالیفرنیا، توی ماساچوستس، توی تکساس، جای مختلف کلکسیونای ماشین دارن و آدمای بسیار موفق و پولداری هستن که اصلا هیچ وقت نمیبینیشون. یعنی خیلی لوکی کار خودشون، زندگی خودشون انجام میدن، تو کار نمیدونم بیزنس مورگیج هستن، تو کار دندون پزشک هستن، نمیدونم تو کار چی هستن. بعد عاشق ماشین، اینا کلکسیونر هستن. از این طریق با اینا من آشنا شدم که اینا هم یواش یواش شروع کردن، دارن میان جلو که با من کار میکنن، با من تماس میگیرن، ماشیناشون رو شروع کردن. آیا ماشین هم فرد بفهم این عزیزانی که در این استیت های شهرهایی که نام بردی، آیا شما میرید برای شوتینگ فیلم برداری؟ اوایل کارم من میرفتم، ولی الان که کار خوب خیلی گسترش رو گرفتن میفرستنشون، ماشینا رو شیپ میکنن کالیفرنیا. بسیار خوب، بریم به یکی دیگه از کارهای شما نگاه کنیم. استون مارتین DB5 یکی از معروف‌ترین ماشین‌های دنیاست که تو فیلم جیمز باند هم الان هستش. اون نقره‌ایش ما سبزش. اینو من یکی از بهترین کارهای کلاشین و گرون‌ترین ماشینی که تا به امروز ما تو این مدل همینی که الان آماده باشه. بله DB5 نوشته، من فرستاده بودم. بله AD5. DB5. نه این قرمز، استون مارتین DB5. DB5. بله. یعنی اونو سپریدش کردی؟ این نیستش. نه 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 هم نیست. شما برگرد توی اون لیست، اونا اولیه طرف چپ. بله استمان DB5. بله نگاه میکنیم اینو. این همونی که توی جیمز بانده، ولی سبزه هم نیست. این تو جیمز باند. اوکی بقید ببینیم اهل کتیو جیمز باند تو سپر. چقدر کار میبره؟
خیلی همون اندازه میوزیک ویدیو کار میبره، شاید هم بیشتر. من فکر کنم بیشتر موزیک ویدیو کار میبره. بله اکچولی چرا تا یه حدودی، برای اینکه ما اینو توی نیویورک سیتی شوت کردیم، توی کنریکت شوت کردیم و توی کالیفرنیا هم شوت کردیم، و خب این ماشین رو ترانسپورت کردنش وقت میبره. و اینکه چرا من دلم برای میوزیک ویدیو اونقدر تنگ نشه، برای اینکه این یه نوع میوزیک ویدیو خودش رقص توش هنر داره. اینجا من هنر رقص و هنر دیزاین ماشین و موتور ماشین رو با هم میکس کردم. حالا الکس من یک فولکس واگن 950 اتفاقا اونا خیلی پاپولاره. یه کاری براش میتونی بکنی. این ماشین به سخت بهش کانورتبلش 1 میلیون و نیم قیمتش، دو برابر این 750 تا است، کانورتبلش 1 میلیون و نیمه. چه ماشینای خب در مورد دوستان ایرانی بگو چه ماشینایی دارن. گفتی دوستای ایرانی ماشینای مختلف، یه آقایی هستن دکتران توی کانادا که از دوستای خوبی من هستش، یکی از ماشینایی که من دیدم که داره که یه فراری مسابقه مال دهه 60 $6 میلیون 6 میلیون دلار. بعد یه بنز اسد گولدوینگ اینا که دراش اینجوری باز میشه، بله اینا اونا داره 1.2 میلیون 300 میلیون. بعد ماشین دیگه که داره پورش کار جی تی داره که 1 میلیون خورده. شما تونستی از اینا یه پروموشنی بگیری یا هنوز خیلی؟ ایشون فعلا هنوز چیزی برای فروش از من ماشین گرفت خریدن، ولی خودش هنوز چیزی نفروخت. شما خود ماشین رو میفروشی؟ دست با ویدیو دیگه اینا رو من فروشیم اینا برای فروش من صورت حساب نه، من تبلیغ فروش ماشین نمی کنم، تبلیغ هنریش رو می کنم. نه خب اومد این مصابه باعث شدش که آقا علیک جان نشو آقا اومدیم و عزیزان ما بهت مراجعه کردن. خب من موقع میگم که آقای سفرمند باعث با این شده، یه درصدی هم به شما، یه درصد؟ یک درصدی، نه یه درصد، یه درصدی. آقا ما رو بگو نزدیک بودن کلا بره. آخ پس علیک جان بهتون قول میدم این اشخاصی که توی کار این ماشین نه هستن، اینا اصلا تو جامعه ایرانی نیستن، برلی اینا هیچ کس فارسی صحبت نمی کنه، خیلی تک و توک فارسی صحبت می کنه. بعد تعدادشون هم 1% من 99% کلاینت همون همه آمریکایی هستن، 1% خیلی کوچیکشون ایرانی. حالا اگر اون اتفاقا این مسئله پیش اومد، اگه باشه که به شما زنگ میزنن نه به من، نه ممکنه اره کارتیا رو میزنم میگم این آقا اوکی کارتیا رو زدم، اگه اومد در خدمت هست ما حرفی نداریم. ما نزدیک بود بخوریم و سپرمن دو نزدیک من ثانیه اول دارم میگم این ماشینا رو ما میفروشیم برای کلاینت ها دیگه. من اصلا فکر نمیکردم داری میفروشی رو. منو بگو اینجا چه طرف تحقیقی میکنه. من گفتم دو چیز من فکر کردم رفتی در این رابطه، خب مثلا فکر کردم هنریه دیگه بالاخره درآمد داره اونجا. خب علی جان این مزرعه خیلی حالا بریم به یکی دیگه کارهای شما برسیم. خب الان بازار گرمه، من باید روش مصاحبه از این به بعد تغییر بدم. خانم ها آقای نه نه اصلا عوضش نکنیم، عوض نکنم. این اون فیلم هست، این فیلم بعدی که هستش، یکی از قهرمان های موتورسواری دنیا به اسم میگل دوهمل که مال کانادا هستش، اینو سال 99 قهرمان دنیا کشته بود، برای شرکت هوندا مسابقه میداد. اینا به عنوان هدیه اون سالی که برنده شده بود، یکی از کمیابترین اکورا NSX هوندا NSX های زناردی شماره 51 ازش 51 بیشتر روز نکردن رو به عنوان هدیه بهش دادن. این یه 20 سالی ماشین رو داشت. بعد سال پیش با من تماس گرفت، گفتش که این فیلم ها که درست میکنی اینا رو من خیلی دوست دارم، من میخوام ماشینم رو بفروشم، برای من این فیلم رو درست کن، که یه افتخاری بود که من تونستم با قهرمان مسابقه چندین بار مسابقه موتورسواری توی دنیا برای هوندا میگل دوهمل تونستم برایش یه فیلمی درست کنم که این فیلمی هستش که زنم و اینم یکی از رکورد چکونای از ماشینه بود که رکورد چکون. آقای وحید ما در خدمت هستیم. Up on the rear tire and a great wheelie across the line in his double win today, all in 3 hours. Miguel Duhamel.
Gravel takes the checkered flag and earns his second doubleheader victory of the 2004 season. You got less luck this time. Yeah. Let's see what we got. Your turn. You know, it used to be good when I was a kid, but I haven't played in years. The table's still open. Nice. I probably haven't played since your Daytona days. Yeah, there have been a few of those. The most memorable one probably is 99, I guess. You know, well, they're all pretty damn special, excuse my language, but, you know, it's Daytona. But 99, you know, I had a broken leg. How did you break your leg? What happened? The year before, I had I was racing at Loudon, New Hampshire, and it started raining during qualifying, and I didn't see the rain. It was raining in one corner. So when I got there with slick tires, I got thrown on the ground, and I slid feet first into a cement wall, concrete wall. Compound fracture in my femur, had actually asphalt on it. And that's not good. Anyway, so I almost lost my leg that day. But luckily enough, I had a really good doctor that was in town actually giving a seminar how to put bones back together. So he put the leg back together, but there was pieces missing. So the healing was slow. So in February, I had a bone graft. All of this was done so I could race Daytona in March. So not in February, in December, I had a bone graft. And then they pushed the leg together, which is why it's a little shorter today, but that's how it goes. And showed up at Daytona, and I acted the best I could, being in pain and all. Like, I didn't want to let them know that I was in pain. I wanted to make sure I could race. And it worked, you know. They let me get on the track, and I was just trying to survive. جالب بود، هم قهرمان موتورسواریه هم قهرمان ماشین. جالبه. آره، اینو به عنوان کادو بهش دادم. بعد دیگه 20 بعد 20 سال دیگه خسته شد و گفت دیگه وقتشه که. ولی الک خیلی کار سخت‌تر از موزیک ویدیوئه، چون به هر حال لاس وگاس رفتی، لس آنجلس. این برای هم اینجا بود، هم اونجا بود، هم تو لاس وگاس بود. چند تا اسیستون به خودت می‌بادی؟ بستگی به فیلم برداریش داره. معمولا 5 6 نفر هست. 5 6 نفر عکاس هست. فیلم بردار از خودم هستم، صدا بردار، چون ماشین صداهاشونو، البته اینا که میبینین شما میوزیک ویدیوهاشه، ولی قسمت هایی دارم که صدای ماشین رو میگیریم و رانندگی میکنیم. بعد اینشورنس های این ماشین خب خیلی گرنه، هر دفعه اون فیلم بردار اونم به احتیه شماست اینشورنس شد؟ ایشون داره، منم برای فیلم بردار برای کار خودمون، شرکت خودمون داره. آیا اینا به شما این آفر رو میدن که شما بیا این کارو بکنی در مقابلش این مبلغ رو بپرداز میگم بده، یا اینکه نه شما بیا من این ماشین آنتیکو دارم شما بیا اینو پروموتش کن درصدتو بردار؟ دومی است. دومیه. من یه بار این اتفاق افتاده که فقط یه فی فلات به من دادن، اونم یه آقای بسیار خسیس و مشکل کار بود که اصلا هر کاری من میگم یعنی جونش در میبرد هر یه دلارش اون بود، یه گفت که من یه فی بهت میدم چیز کنه اینو بفروش و گفتم اوکی دست فاین، ولی بقیه همه خیلی دست و دلباز دارن، خیلی پرسانتی کار میکنن. خب الان ما چند تا پروژه نشون دادیم؟ سه چهارت این بعدی مال عشق ایرانی هست. خب این BMWه. ما که تا حالا هرچی نشون دادیم بازم اونا عشق ایرانی ها بود. نه دست این... کم نگید. من اصلا راجب ایرانی هست خیلی کم. نه درست... بازار رو برم نزن، من پولمو میگیرم اصلا. حالا بریم ببینیم عشق ایرانی هست چی نصیبون میشه. آقا بگی خب اون زمان که ما فیلمای میوزیک ویدیو درست می‌کردیم که بیشتر تبلیغ می‌کردیم. نه ببین اون شما بود و خودت خواننده بود. الان من شما رو دعوت کرده بودم وسط کار من متوجه شدم. از آقای ولی بپر شما. من از ثانیه اول نگفتم ما اینا رو می‌فروشیم. شما بعضی کارات من می‌دیدین در دلیل می‌ذارین. اگزکتلی ما اصلا
فکر کنم نزدیک 7 8 10 تا 12 تا ماشین من آوردم فقط توی همین استودیوی آی تی ام. من نبودم اگه بودم. خب شما داشتی یه کسی دیگه رو پروموت می‌کردی. خیلی خوب. خیلی خوب. حالا بریم. آقای وحید خودش زیر لاستیکای ما از این چیزا میذاره، از این تمیز کنم اینا که میره زیر ماشین. پدرم اومد. آقای وحید هم از آسیستان بوده. من وحیدم ازش میگیرم. هم وحیدم میگیرم. حالا بریم عاشق ایرانیان رو نگاه کنیم. عجب ما امروز پولی ساختیم خدا بشه. BMW قدیمی دهه 70 رو خیلی دوست دارم. این ماشینی که الان می‌بینین BMW 3.0 CSL سال 73، اینا تو ایران خیلی بود. اصلا صاحب یکی از صاحبای اول این ماشین حدود 20 سال پیش آقای ایرانی بود توی هلند که اینو فروختن به آمریکا و الان امسال ما فروختیم. سو ایرانی عاشق این ماشین. بریم بایجا نگاه کنیم. Was only made in 1265 examples, but less than that, only 429 of them were left-hand drive, and even less than that, 50 of them were made with this famous city package that makes the car a little bit more comfortable around the city to drive and handle. And on top of that, when you want a later after fall of 73 build, you're narrowing your search down more and more and to near impossible. But here it is, one of the most beautiful CSLs in existence today. My dear client and friend, Mr. J. Proops, searched for years to be able to find this incredible, amazing, well-restored, well-kept, well-driven, and well-rejuvenated car until he found one a few years ago. Rejuvenated and worked on by the world-famous Canepa Motors, J. made sure that this car is in pristine condition and everything was sorted out. خب اینا استودیوی ایندیپندنس آیتین بس نگین شما ما لطفمون نمیرسه آقا من خیلی هم لطفم اینجا 10 تا 12 تا ماشین من اینجا فیلم برداری کردم آقای خب به حال این ماشین از ریستور شده این که میبینیم به این شکل و شمایل انقدر تمیزه اینو کاملا بازسازیش کردن یعنی رفته تمام قطعاتش اومده بیرون رفته توی اسید اینجا بردن بالا دوباره از اول شروع کردن رنگ کردن قسمتش با یکی از بهترین ریستوررهای دنیا آقای بروس کنپا تو کلارادو چیز کردن اینو از اول ریستور کردن که الان به این تمیزی و قشنگ نگاه کنی شما بله. درست انگار که نو اینو بله به قیمت بسیار خیلی خوبی برای صاحبش فروش رفت و خب ببینید من این کارو عاشقانه دوست دارم خسته نمیشم یعنی ماشین بازی اصلا صبح میشه بلند میشم با یه ماشین میرم سر کار با یه ماشین دیگه اینجا عوض میکنم یه جوری میرم مثلا تا شب کردن 8 تا 9 تا ماشین مختلف از نوع مختلف روندم ولی بازم خسته نمیشم یعنی اصلا برای این کار دوست داری من. بسیار خب برای تبریک میگم و خب بله واقعا علیکم از استودیوی ایندیپندنس که به هر حال پسر آقای شبقیز مدیریت میکنن من. در اون قسمت و خب پاور عزیز و وحید عزیزم از اسیستن های اون قسمت از استودیو هستن هم همکاری دارم به هر حال تشکر میکنم من برای دانشوی موفقیت دارم و امیدوارم هر چه زودتر بدرشی و اگر دوستان دیگه هم اومدن تو کارت دوستان کسانی که تو کار موزیک ویدیو هستن بدون که از همینجا دارم میگم اگر کسی از طریق این برنامه به من زنگ زد شما شاهدین بگین هشتگ سپرمن ایشون 100% پرسنتش 100% پرسنتش چیزه و هم شما هم باید مرسی خیلی ممنونم خیلی خوشحال شدم یه تبریک میگم باعث خوشحالی من شد که در این کار زمینه موفقی
از جمله کسانی هستن که در این جامعه اشاره کردش که به غیر از من ممکنه یه نفر ایرانی دیگه باشه، ولی خب به هر حال کار بسیار زیبایی. به تبریک میگم. ممنون. از شما چیزی که خواستم از شما تشکر کنم اینه که این 20 سالی که من تو این کار بودم، هنر، یعنی کارهای هنری و میوزیک ویدیو اینا، انقدر همه با هم نزدیک و صمیمی بودیم، نه انگار که من هیچ وقت تموم نشده کار جایی نرفتم، چون که فقط شما هر جا برای بچهای خودم هر دفعه زنگ میزنم بابا انگار که همین 5 ثانیه پیش بود، چه خواننده گرفته چه آهنگساز گرفته تلویزیون، هیچ کی این خانواده هیچ وقت از هم نپاشید. درست. دلیل اصلی اینه که خب همه آدمای بیشتری آدمای خوبی هستند و کسی از کسی نرنجیده، کسی نون کسی نخوره، کسی اذیت نکرده، سو فکر کنم که این دوستی همه مونده ان شاء الله. مرسی، از شما خیلی تشکر میکنم، از بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. میگن و از وحید عزیز کارگردان فنی برنامه خیلی تشکر میکنم. همون ماشین قرمزی که دنس داشت، همون یکی که آخری است که آخریه پخش نکردی. خیلی ما برنامه رو با یکی دیگه از انتیک هایی که آقای علی‌کردی در اون رابطه فعالیتی داشتن به پایان میبریم. از شما هم تشکر میکنم، یه بار دیگه از وحید تشکر میکنم، از علی کارتیو عزیزم تشکر میکنم. ماشین امید... عشق من، من عاشق این عاشق این ماشینی هستی که الان باشه، نامبروان ماشین من، اینم عاشق. خواهش میکنم با من تماس بگیریم. فعلا خداحافظ، قربونت برم. مرسی. Before I begin to talk, my fellow E31 enthusiasts around the world, join me in gathering for 1 minute of silence. I've just been amazed by the images my editor is going to put together for you before I continue talking, because this is the stuff dreams are made of. A red BMW 850 CSI. Enjoy. When I was 16, 17, it was summer in Sweden. I was driving a 1984 hand-me-down black on black Lancia something. I don't remember exact, it was something 1600 something. I mean, it was an amazing car, sure, for a kid who just had gotten his license and was enjoying the summer. And I saw this amazing, beautiful, extraordinary 1 million Swedish kroner, which is 100,000 US Americans, in the sports car magazine. I was beside myself. I couldn't. It was the stuff that dreams were made of. I guess if you dream enough about it, it'll one day hit you, and it's right here in front of me, in my face. I've been able to drive it, enjoy it, represent it,